سلام دوستان، امروز یک مقاله ای رو داشتم میخوندم و دوست داشتم اطلاعات این مقاله رو با شما هم به اشتراک بذارم. و اما عموم مردم بر این باور هستند که اولین بار کریستوف کلمب طی سفرهای اکتشافی که داشته تونسته آمریکا رو کشف کنه و اولین کسی که به قاره آمریکا رسیده کریستوف کلمب و اون افرادی که در درون کشتیش وجود داشتن بودن. اما چیزی که این مقاله از طریق بررسی DNA های بومیان آمریکا و آسیا داره بهش میرسه این هست که این مهاجرت ها بین این دو قاره در بین بازه‌های زمانی 20 تا 30 هزار سال پیش اتفاق افتاده بوده و اونها اولین کسانی بودند که بین این دو قاره داشتن مهاجرت میکردن. و چیزی که این مقاله داره بهش اشاره میکنه این هست که این مهاجرت ها در طی بازه های مختلف زمانی اتفاق افتاده بوده، نه برای یک بار بلکه چندین بار. خب ما در این مقاله قصد داریم که از جنبه های مختلف به این موضوع نگاه کنیم و نظریات دانشمندهای مختلف رو بررسی کنیم. و اما بپردازیم به متن اصلی خود مقاله. و اما در ابتدا مقاله این رو بیان میکنه که با وجود این که ما نمیدونیم این مهاجرت ها از طریق خشکی هایی که بین این دو قاره وجود داشته اتفاق افتاده یا نه اینکه از طریق قایق ها صورت گرفته، اما این رو میدونیم که حدود 20 تا 30 هزار سال پیش تعدادی از انسان ها از اوراسیا خارج شدند که به آمریکای امروزی برسند. و نکته جالب این قضیه این هست که این سفر بین قاره یک سفر یک طرفه نبوده و چندین بار در طول تاریخ اتفاق افتاده بود. به طوری که طبق مطالعات ژنتیکی که دانشمندها انجام دادن به این نتیجه گیری رسیدن که بومیان آمریکا هم از طریق تنگی بیرینگ به اوراسیای امروزی مهاجرت کردند در طی بازه‌های زمانی مختلف. و اما دانشمندها از تحقیقات ژنتیکی و DNA استخوان‌هایی که قدمتی بین حدود 7500 سال تا 500 سال داشتن رو اومدن بررسی کردن که بتونن یک نقشه مهاجرت رو در بین اون بومیان اوراسیا و آمریکا ترسیم کنن. و اما نکته جالب در مورد این استخوان‌ها این هست که به دلیل شرایط محیطی مناسبی که وجود داشته در این مناطق DNA موجود در این استخوان‌ها سالم باقی مونده، به طور که دانشمندها تونستن 70 تا 80 درصد DNA موجود داخل این استخوان‌ها رو استخراج کنن، یعنی همون DNA که ما میتونیم از طریق بزاق انسان‌های زنده استخراج کنیم. و اما از طریق بررسی این DNA ها دانشمندها به سه نتیجه گیری کلی رسیدن. و اما اولین نتیجه گیری این هست که یک مهاجرت های خیلی عظیمی در این مناطق در حال جریان بوده، به طوری که پایه و اساس بخشی از جوامعی هستند که در اروپا و آمریکا زندگی میکنن. و اما دومین نتیجه گیری هم این هست که اون جامعه ای که در جزیره ژاپن یک جورای منزوی بوده طی تاریخ چندین بار از اون جزیره خارج شدن و به سرزمین‌های اجدادی خودشون که همون آسیا باشه مهاجرت کردن. و اما سومین نتیجه گیری هم این هست که بومیان آمریکا چندین بار در طول هزاران سال به آسیا مهاجرت معکوس کردن. و اما در ادامه مقاله اشاره میکنه به رشته کوه آلتای سیبری و یک جورای اون رو چهار گوشه اوراسیا مینامه، جایی که روسیه، مغولستان، چین و قزاقستان با همدیگه هم مرز هستن و یک جورای منشأ تداخل جوامع مختلف و گونه های مختلف انسان ها در این منطقه قابل مشاهده هست. و اما در ادامه مقاله برای این نکته این کشف رو مثال میزنه، در جایی که در رشته کوه آلتای سیبری یک استخوان انگشت رو دانشمندها پیدا میکنن. خب این استخوان مربوط میشه به یک گونه کاملا جدید از خیشاوندان نزدیک انسانها. خب این گونه جدید در بازه حدود 400 هزار سال پیش تا 30 هزار سال پیش بر روی زمین زندگی میکرده. خب این تکه استخوان مربوط به یک دختر 13 ساله بوده که در غارهای کوهستانی کشف شده بوده و از طریق آزمایش های مختلف به این نتیجه گیری رسیدن که از مادری از گونه، اگر درست تلفظ کنم، از گونه دنیسوان و از پدری از گونه نئاندرتال به دنیا اومده بوده. و این نشون میده که این منطقه یک جورای منشأی بوده واسه تلاقی گونه های مختلف انسان های باستانی. و اما در ادامه مقاله یک نقل قول رو از یک دانشمند بیان میکنه که من شگفت زده هستم از این مهاجرت ها در این مقیاس و به این بزرگی، چرا که ما تصور میکردیم که نهایتا مهاجرت های انسان ها از یک دره به دره دیگر صورت میگرفته،
اما این مهاجرت ها و این تحقیقات نشون داد به ما که مهاجرت ها در مقیاس خیلی بزرگتری صورت گرفت. و اما قبلتر به این اشاره کردیم که به جوامعی که در ژاپن امروزی زندگی می کردن جمون گفته می شده و در بازه های بین حدود 20 هزار سال پیش تا 15 هزار سال پیش در این جزیره زندگی می کردن. اما تصور دانشمندها این بوده که این جامعه منزوی بوده که کاملا در درون همین جزیره محصور بوده. اما طبق تحقیقات جدید دانشمندها به این نتیجه گیری رسیدند که تعدادی از جمونها تونستن این جزیره رو ترک کنند که این اتفاق حدوداً 7000 سال پیش اتفاق افتاد. و اما در ابتدا این رو بیان کردیم که مهاجرت‌های مختلفی بین قاره اوراسیا و آمریکا در حال جریان بوده در بازه‌های زمانی مختلف. چیزی که الان مقاله داره بهش اشاره می‌کنه این هست که حداقل 3 مهاجرت عمده به قاره آمریکا انجام شده و تقریبا در بازه‌های زمانی 20 هزار سال پیش، 5 هزار سال پیش و 1000 سال پیش این اتفاقات رخ داده. و نکته جالب تر این هست که برخی از این جوامع به صورت یک مهاجرت بدون بازگشت مهاجرت نکرده بودند و مهاجرت معکوس انجام داده بودند در این بازه‌های زمانی. و چیزی که مقاله داره بهش اشاره می‌کنه این هست که این مهاجرت‌ها اکثرا از طریق تنگه بیرینگ اتفاق افتاده بود. و اما در انتها مقاله یک نقل قول رو از یک انسانشناس بیان میکنه، به طوری که این انسانشناس این رو داره بیان میکنه که ما تصور میکردیم اون پلهای خاکی که بین قاره آسیا و آمریکا وجود داشته تقریبا حدود 12000 سال پیش دیگه غرق شده بودن و ما فکر میکردیم که این غرق شدن این پلهای خاکی و این مسیرهای خاکی دیگه جلوگیری میکنه از مهاجرت انسانها از آسیا به آمریکا. اما چیزی که طبق شواهد جدید بهش رسیدیم این هست که تقریبا از حدود 6000 سال پیش انسان‌ها شروع کردند به مهاجرت از طریق کشتی‌هایی که می‌ساختند و این مهاجرت‌ها از آسیا به آمریکا صورت می‌گرفته. خب دوستان، این مقاله‌ای بود که من امروز انتخاب کرده بودم واسه مطالعه. اگر این مقاله رو مفید می‌دونستید می‌تونید این ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید و اگر این ویدیو رو دوست داشتید می‌تونید اون رو لایک کنید. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید.